آواز کورگ زرگی دوره ساسو اگر به ویدیو خیلی خوش اومده. دوباره اومدی با یه ویدیو خفن، اونم چی؟ برگ امتحانی های خیلی خفن و خنده دار. میدونم الان خیلی تایم امتحاناتتونه، مدرسه ها شروع شده، دانشگاه شروع شده، امتحان پشت امتحان، توف دوید دانشگاه درس مدرسه توف. اومدیم با همدیگه چند تا برگ امتحانی خفن خنده‌دار رو نگاه کنیم، امیدوارم که براتون جذاب و جالب باشه. اول از که ویدیو شروع کنیم، اینستاگرام من روی صفحه میاد، توییتر من روی صفحه میاد، حتما دوجه رو فالو کنید. بریم ویدیو رو شروع کنیم. خاکستری آبشون گفتین با اینا جمله بساز. اوکی، مثلا روم زوم کنی، بوم بوم کنی قلبم. باورم نمیشه همچی چیزی نوشته. وای، من فکر کنم برگ امتحانه باید خیلی قد قدیمی باشن، ولی این آهنگ جدیده، یعنی مال الانه است، اصلا مال 10 سال پیش نیست. اوکی. من میگم این کنترل ماوره رو ندستی این آرتین. بیچ کار کرد؟ شغال شبیه سگ است. لذت، من از خوابیدن لذت میبرم، به خدا خیلی حال میده، مخصوصا موقعی بود که برف و بوران میشد، بعد مدرسه اینا کنسل میشد، صبح بیدار میشدی مدرسه کنسل. وای، من حتی روز جمعه هم که تعطیل بودیم هم ساعت کوک میکردم که بیدارش هم که بخوابم. ای دیوونه بودیم ما انصافا. با سوره های غرب تاریخ جواب در پشت برگه، بعد دوباره که دیگه سوالاش هم نوشته جواب در پشت برگه. خب جواب سوال 12 و 13 با هم جواب داده بود. اوف، اگه بلد بودم همونجا میوشتم، آوردم اینجا که خلوت باشه. بگم تو رو قرآن رم کن، تو رو خدا منو ببخش، منو قبولم کن بیناموس. اومدم بزن که خلوت باشه، به خدا قسم من بودم به خاطر همین یه جملهش بهش نمره قبولی میدادم. به دست سگ جذاب. توفو، اومدم اینجا که خلوت باشه. عجب آدم دنسروسی. لازمش دارم چی شده؟ چرا باید در نگهداری شناسنامه دقت کنیم؟ چون برای عقل لازم داریم. اینو باش، چون برای عقل لازم داریم. دهن سرویس آموزگار عزیزم، خیلی بچه است، خیلی بچه است. دو مورد از تغییرات بدنتون از زمان تا میخوای این سوالو از همچین بچه نپرسی؟ ها؟ بزرگ شده. با من صحبتی ندارم. خدایی انصافا این برگ امتحانی خداست. تنها نکته مثبتی که اگه امتحانای مدرسه و دانشگاه داشته بوده تا الان، این جوابای مسخره و عجیب غریب سوال امتحانی است. سوالات درس ششم پیام‌های آسمانی. پیام‌های آسمانی. مسجد پیامبر در کجا قرار دارد؟ میدان امام خمینی. نام مادر حضرت محمد چه بود؟ مامانی. مامانی، حتی راست هم میگه دیگه، حتی مامانی صداش نمیکرده مطمئنن، ولی مامانی. یکی از ویژگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چه بود؟ از سواری بلد بود. نام دوست با وفای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چه بود؟ امام خمینی. انصافا خیلی برگ امتحان خوبه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کجا به دنیا آمد؟ در اتاق. چگونه می توانیم از خداوند تشکر کنیم که این همه پیامبر برای ما فرستاده است؟ میگیم خدا دست در نکنیم. خب راست میگیدی، چی تشکر کنه آدم؟ میگیم خدا دست در نکنه، همه دیگه ما چیهت خدا. وقتی میخواییم با خداوند صحبت کنیم چه کاری باید انجام دهیم؟ ماسک بزنیم. That's a sad thing, brother. زبان تازه یاد گرفتی؟ واقعا خیلی چیز بدیه. الان بچه ها که همه بدون اومد یه ماسک میچسبونن در صورتشون قشنگ. این واقعا یه قضیه خیلی بدیه. امیدوارم که این دوران زودتر تمام بشه. بتونیم همسر آیندهمون این آدم پیدا کنیم. همه ماسک زدن. شانسی شده دیگه. باز کنی یکی یکی ماسکا رو اینا رو تو بفهمی کی قیافش خوبه کی خوب نیست بدنش. یعنی چند نمونه از نعمت‌های خداوند را نام ببرید. خیلی زیاده. امام حسن از مادرش چه آموخت؟ سرپا جیش نکن. دهنت سرویس. امام زمان چه روزی به دنیا اومد؟ جمعه.
این نگاه براش خسته نباشی عزیزم. خب گناه داریم بچه هست، پیام های آسمانیه، خیلی بچه هستیم، گناه داره. اینو مدرسه نفرستیم، یعنی زوده بر مدرسه رفتن. این بچه های دیگه بخفال میکنه. چی نوشته؟ I don't know about it. I know what I am reading to این امتحان. And این سیستم آموزشی واقعا مرگیدم تو این درس و امتحان ها و سیستم آموزشی. ببخشید ولی من مجبورم این حرف رو بزنم. واقعا من از کل کلاس اول تا الان یه خاطر خوش از مدرسه و دانشگاه ندارم و مردشور سیستم آموزشی بارم. من آدمی بودم که همه نمرات هم 19 20 بود، این خرخونای نرد سگ بودم. ولی ببین من که خرخون بودم همش 18 19 اینا بودم، هر روزم دارم درس بخونم، اینو بهت میگم، من توف تو این سیستم آموزشی. ولی خب اصفهان اوکی بلش whatever توف. امتحان مطالعات درس 11. خیلی خب بریم. چی نوشته؟ همسایگان شرق ایران را نام ببرید. سه مورد: شمال کرج، عراق. شمال کرج. کم وسعت ترین کشور همسایه ایران نقطه چی نام دارد؟ شمال. این یارو خداست، شمال میگه کشور. دریای عمان به کدام دریای عمان ولک عمان دریای عمان به کدام اقیانوس راه دارد؟ اقیانوس شمال. گیر دادی به این شمال ها لعنتی. همسایگان شمالی ایران را بنویس. کرج. اگه شمال نبود دیگه 100% کرجه. اگه نه عراق. قول بد میدم اگه ترکیه و عراق بیا همسایگان عربی ایرانن. نه خیر، خداست این کسی که این برگر نمیشته. کدام کشورهای همسایه مانند ایران به دریای خزر راه دارن؟ آلمان. شاید داشته باشه. حتی اون بچه خداست شمال، هرچی گیرش میومد شمال. شمال منظور از هویت چیست؟ یعنی هویت سوال چرتی میپرسی. اهمیت فرزندآوری و تجدید نسل در خانواده چیست؟ هیچی. والا راست میگه، به خدا قسم راست میگه. یه حرف بعد حرف راست رو بچه بشنو. بیا به دست سگ. اینو من واقعا نمیتونم بخونم. اگه شما میتونید میخونید برام حتما توی کامنت جدا یا دایرکت میاد برام بنویسید، من به خدا نمیفهمم. بشکنی دل بی وفا خار وای و بیچاره. من واقعا نمیتونم بخونم. ازدواج نکاح چیست؟ ازدواج چیه اصلا؟ واژه سلی رحم به چه معناست؟ باید فکر کنم، حولم نکن. مهمترین ویژگی‌های مشترک جامعه ایرانی که با آنها شناخته میشویم را بنویسید. والا آدمای کلاهبرده. نه I'm kidding، I'm شوخی میکنم. زندونی بی ملاقاتی وای صف انتظار نشستن. برادر پشت در پشت وای دیوار نشسته ما برای وای. من اینم نمیتونم بخورم. اینم میشه برام لطفا بنویسید؟ عمده ترین عناصر هویت یک ملت چیست؟ مثبت 18. استغفر الله استغفر الله. مهمترین عوامل که موجب ناسازگاری زن و مرد می شود را بنویسید. ازدواج. برگام. ای ای یو دیس مادر. یعنی این یارو خیلی گنگه. این بچه واقعا نیکس لیوله. اصلا اهمیت فرزندآوری و تجدید نسل در خانواده چیست؟ هیچ اهمیتی داره؟ هیچی. مهمتر عوامل که موجب ناسازگاری زن و مرد میشود چیز؟ ازدواج. ببین اصلا اگه ازدواجی بود اصلا نباشه، اصلا مشکل ناسازگاری بین زن و مرد وجود نمیاد. اصلا تو کی بودی پدرسگ؟ اوف. چگونه میتوانیم از بروز ناسازگاری در خانواده جلوگیری کرد؟ با گوله زدتش زندانم کرد فرستادتش. این رفیق ما نیکس لیوله. Damn dude, damn. شورای نگهبان چند نفر هستن و وظیفه هر کدام چیست؟ به طور کامل توضیح بدین. او کامل بیشه این همه توضیح بده چرا آخه. شورای نگهبان 12 نفر هستن که 6 نفر آنها صبح نگهبانی میده و 6 نفر آنها شب نگهبانی میده. دوازده نفر هستن که 6 به 6 نگهبانی میده.
استراحت زیر رو تعریف کنید. قانون اهم چی گفت؟ نه الان چی گفت؟ اهم نه نگین، شما نگین، بذاری من اینی اهم نگو، یه چیزی که نمیدونی نگو راجبش. اهم وقتی میرویم دست به آب، اگر کسی بخواهد بیاید باید بگیم هم 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 دارم میام تو. بیا تو. وای وای، یارا دورش خط قرمز کشیده قشنگ. ولی کل خود یارا مطمئنا خندیده انصافا. کل یارا آخه مسئله که این دیگه مال اهم و این حرفا رو فکر کنم دیگه فکر 4 5 دبستان باید داشته باشی به توضیح بدن دیگه. انرژی پتانسیل کشتانی، کشاورزی که در آن کشت است. وات؟ کشاورزی کردن در آن کشت است. خدایا نگاه کتاب انداختی هستن آتیش. انرژی درونی، یک انرژی مخصوص است که در بدن ماست. اینا جدیده بیتر سیکرت. من نمیدونم سوال چیه. بخاری گرما میداد. آه گرما چیست لابد؟ گرما رو توضیح بده. بخاری گرما میداد. اوف. یه سوال میشه تو کامنت برام بنویسید که کی امتحاناتتون تمام میشه و کی از دست این مدرسه اینا خلاص میشیم واقعا یا نه. پدر و مادر چه وظیفه‌ای در خانواده بر عهده دارن؟ مادر رقص، خوشبزی، رقص، هندزفری. وات اف چه ربطی داره تلگرام؟ پدر دعوا، پول، غذا خوردن، کمک به مادرش. یا امام حسین، پول، غذا خوردن، وظیفه بابا چیه؟ غذا میخوره فقط، ولی چیکار نمیکنه؟ غذا خوردن، کمک به مادرش. انصافا و اینو جدیده که نوشته مادر تلگرام. وات؟ از یک پروانه بپرس چگونه زندگی میکنن. پرسیدم ولی چیزی نگفت. وای خدایا دهن این برگه افتاری سرویس چقدر خندیدیم. به من که خیلی خوش گذشت. اگه دوست داری یه پارت دیگه هم از اینا براتون بگیرم حتما برام تو کامنت ها بنویسید. کل انرژی بدید، من رو به دوستاتون معرفی بکنید. اسم من سوگنگه، میبینم تو تا بعد. بابا دود، برگ امتحانی ها خداست. توف به مدرسه.